استراتژی مبارزه برای آزادی را حکومت تعیین می‌کند. داشتن آزادی حق مسلم هر انسان است. هنگامی که این حق وجود ندارد، انسان‌ها برای به دست آوردن آن تلاش می‌کنند. این تلاش را مبارزه برای آزادی می‌نامند. مبارزه برای دستیابی به حقوق اجتماعی سیاسی در کلی‌ترین شکل به دو دسته مبارزه قهرآمیز و مبارزه مسالمت‌آمیز تقسیم می‌شود. اما چگونه؟ روش مبارزه برای خواسته های مردم را حکومت ها مشخص می کنند. در نظام دموکراتیک راه دستیابی به خواسته ها مبارزه مسالمت آمیز است، اما در حکومت های دیکتاتوری پاسخ خواسته های مردم سرکوب است. حکومت با سرکوب مبارزه قهرآمیز را به مردم تحمیل می کند. استراتژی یک مبارزه قهرآمیز زمانی ضروری می شود که امکان مبارزه مسالمت آمیز وجود ندارد. در چنین شرایطی مبارزه قهرآمیز تنها راه نجات مردم است. سازمان‌های انقلابی با مبارزه قهرآمیز خود دیکتاتوری را تضعیف کرده و دست آخر در همبستگی با مردم به پا خواسته آن را سرنگون می‌کنند. نمونه تاریخی: در انقلاب فرانسه مردم از ظلم و جور پادشاه به تنگ آمده بودند. آنها دست به اعتراض زدند، اما پاسخ آنها سرکوب خونین و کشتار معترضین بود. مردم فرانسه مجبور شدند با تشکیل گروه‌هایی سلاح به دست بگیرند و حکومت مستبد پادشاهی را سرنگون کنند. در بیانیه استقلال آمریکا نیز این حق به مردم داده شده تا هنگامی که حکومت دیکتاتوری مردم را سرکوب می‌کند، مردم سلاح به دست گرفته و دیکتاتور را سرنگون کنند.